سلام سلام و درود. به 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 به، عجب هوای دلپذیری فوق‌العاده است. امروز هوا 15 درجه است تقریبا و عالیه. بعد از ظهر رو 17-18 درجه هم میره. اومدم یه قدمی بزنم، یه چرخی بزنم و این سر میزیه که من همیشه میام اینجا میشینم وقتی خسته میشم، یه خستگی در میکنم. همین تو اثناء خستگی در کردنم یه ویدیویی سعی میکنم بگیرم از سوالاتی که بچه‌ها پرسیدن. جای همه شما خالی، فوق‌العاده است این جایی که اومدم، رویاییه. امروز میخوام در توی کم موضوعات که بچه‌ها سوال کرده بودن از من، در واقع هزینه های غیر قابل برگشتی که توی پروسه مهاجرت تحصیلی وجود داره کدوم هزینه هاست، در توی موضوع صحبت بکنم. اگه تا الان سابسکرایب نکردید کانال من رو سابسکرایب کنید، خوبه. اگه دوست دارید بذارید آخر سر سابسکرایب کنید، ولی سابسکرایب رو الان بکنید بهتره. لایک هم میذارم آخر سر، بهتون میگم اگر که دوست داشتید آخر سر خوشتون از ویدیو حتما لایک هم بکنید. هوا خیلی دلپذیره. امروز اومدم اینجا که در توی موضوع مهم با شما صحبت بکنم. اگه میخواید که در واقع در این زمینه اطلاعات کافی به دست بیارید، تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. در پروسه مهاجرت تحصیلی یک سری هزینه‌ای وجود داره که غیر قابل برگشت است، یا اصطلاحاً بهش میگن نان ریفاندبل، که خب خیلی از دوستان مطالعه میکنن، رو سایت‌ها میرن میبینن، رو سایت دانشگاه میبینن و به این هزینه‌ها میرسن. خیلی هم خب نمیدونن، بعد که وارد پروسه میشن متوجه میشن. امروز میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم که چه هزینه‌ای وجود داره که شما غیر قابل استرداده، نمیتونید پسشون بگیرید و این هزینه‌ها رو بایستی که انجام بدید تا پروسه مهاجرت تحصیلی رو به جلو حرکت بکنه. اولین هزینه‌ای که وجود داره و غیر قابل استرداد هست اصلاً و نمیتونید پسش بگیرید، هزینه‌ای هست به نام اپلیکیشن فی. هزینه اپلیکیشن فی یا هزینه بررسی مدارک برای صدور پذیرش تحصیلی که اصلاً بهش اپلیکیشن فی هم میگن، هزینه‌ای هستش که شما می‌بایستی پرداخت بکنید، که حالا این بسته به دانشگاه و کالج متفاوته. در اروپا از 50 یورو شروع میشه این رقم و تا حتی 200 یورو 300 یورو هم هست. در انگلستان حتی تا 700 پوند هم من دیدم که این هزینه وجود داره، 500 پوند 600 پوند 700 پوند این هزینه ها هست. در انگلستان هم من دیدم که هزینه های کمی هم نیست از قضا. این هزینه اپلیکیشن فی رو شما تا پرداخت نکنید، کالج ها و دانشگاه مدارک شما رو بررسی نمی کنن و پذیرش به شما نمی دهن. در نتیجه این هزینه می بایستی که توسط شما جلوتر حواله بشه به حساب دانشگاه یا کالج تا اونها بررسی بکنن و بیان به شما پذیرش بدن، یا اینکه شما این هزینه رو اگر دانشگاه یا کالج در واقع نماینده رسمی داشته باشه میتونید به نماینده ها هم پرداخت بکنید. البته بستگی داره باز به نوع کشوری که شما انتخاب میکنید و نوع دانشگاهی که انتخاب میکنید و نوع کالج یا دانشگاهی که میخواید ورود بکنید و رشته که انتخاب میکنید خیلی متفاوته. من خدمتتون عرض کردم تو ویدیوهای قبلی هم، مثلا به عنوان مثال در کشور مجارستان هزینه اپلیکیشن فی نسبت به دانشگاه و کالج ها متفاوت است و از 100 یورو تا 200 یورو است، ولی کشورهای دیگه از 50 یورو هم شروع میشه این رقم در واقع. خب این هزینه که وقتی شما پرداخت میکنید، امروز پرداخت میکنید و اقدام میکنید، فردا اگر به دانشگاه یا کالج بگید که من منصرف شدم، من نمیخوام این هزینه منو برگردون، دانشگاه یا کالج شما این رو مسترد نخواهد کرد. تو اپلیکیشن هاشون نوشتن، توی سایت هاشون نوشتن، توی بولتنا و پی دی اف هایی هم که دادن به دانشجوان مینویسن که اینها در واقع نان رفاندبل هست. هزینه دیگری که میخوام خدمت شما عرض کنم نان ریفاندبل هست، اپلیکیشن ویزا هست، اپلیکیشن ویزا فی که سفارت ها میگیرن. سفارت های اروپایی امروز اپلیکیشن ویزاشون روی 110 یورو هست و این هزینه ای که میگیرن برای بررسی مدارک شما که به شما ویزا بدهن یا به شما ویزا ندهن، در هر دو صورت این هزینه را از شما دریافت میکنن. دانشجویی که مثلا رفته ویزش ریجکت شده و ویزای منفی دریافت کرده، در واقع بابت ویزا پاسخ منفی دریافت کرده، این پول رو بهش بر نمیگردونن و دانشجو نمیتونه معترض بشه بگه خب من که ویزا نگرفتم و پول منو برگردون. این هزینه نان ریفاندبل هست و قابل برگشت نمیباشد، عین هزینه در واقع اپلیکیشن فی که برای پذیرش شما ارائه میدید. حتی اگر تو اپلیکیشن فی هم شما که اقدام کردید پذیرش به شما ندهن، باز این رو به شما بر نمیگردن.
هزینه دیگه که غیر قابل برگشت هست تو پروسه مهاجرت تحصیلی، هزینه رجیستریشن فی است. شما رجیستریشن فی رو وقتی پرداخت کردید، رفتید به دانشگاه یا کالج اونجا رجیستر کردید، این هزینه دیگه به شما برگشت نمیدهند و شما میسی که بدونید که اگر هزینه رجیستر رو پرداخت کردید، بر صورت در هر زمانی منصرف بشید به شما این برگشت داده نخواهد شد. هزینه دیگری که غیر قابل برگشت هست اصطلاحاً هزینه انترنس فی هست یا اگزم فی دانشگاه یا کالج ها هست که شما اینا رو پرداخت میکنید، ثبت نام میکنید برای امتحان، تاریخ رو انتخاب میکنید، بعد میخواید انصراف بدید که من نمیخوام اصلا منصرف رو امتحان نمیخوام بدم. این رو هم به شما بر نمیگردونم معمولا و این جزء هزینه‌ایه که نان ریفاندبل هست. هزینه دیگری که میتونه نان ریفاندبل باشه اصطلاحاً شهریه شماست. اگر شما برید و وارد دانشگاه بشید و ثبت نام بکنید، رجیستر کنید، دانشگاه ها معمولاً و کالج ها معمولاً وقتی دانشجو رجیستر کرد دیگه چیزی بهش بر نمیگرده. حالا یه وقت از دانشجو در ایران مثلا قبل اینکه اصلا ویزا بگیره منصرف میشه که خب میان یه درصدی کسب میکنن و الباقی شهریه رو بهش میدن، ولی اگر ویزا بگیره به خاطر اون کشور ورود کنه و بره رجیستر بکنه دیگه ریالی از این شهریه رو بر نمیگرده. البته شهریه به معنای نان ریفاندبل رو نمیده، ولی من اومدم این رو گفتم که بچه ها بدونن اونایی که از ابتدا نان ریفاندبل هستن همین هزینه‌ای که براتون گفتم. من در واقع هزینه دیگه که میتونه نان ریفاندبل باشه دپازیت خونه است. شما وقتی دپازیت خونه رو پرداخت میکنید، میرید قرارداد میبندید، بعد مثلا از خونه خوشتون نمیاد، دو ماه بعد میگی من منصرف شدم میخوام از این خونه بلندشم برم یه جای دیگه، این رو هم صاحب ملکا در واقع چون شما زودتر هم موعد میخوای خالی بکنی بهتون بر نمیگردونن. این هم جزء هزینه‌ایه که میتونه نان ریفاندبل باشه ولی از ابتدا نان ریفاندبل نیست. شما وقتی ورود کردی به یه ملک اونجا رو اجاره کردی به مدت یک سال، ملزم هستی به مدت یک سال اونجا بمونی و این پول رو به شما صاحب خونه هم صاحب ملکا هم تو اروپا معمولا بر نمیگردونن. این هم جزء هزینه‌ای که میتونه نان ریفاندبل باشه ولی در ابتدا تو قرارداد نوشته نشده که این نان ریفاندبل. هزینه دیگه هم که میتونه نان ریفاندبل باشه هزینه عضویت باشگاه و کلاب هست. مثلا شما در بعضی از باشگاه و کلاب ها عضو میشید و از ابتدا مثلا تو اون کشور اومدن به شما برگه‌ای دادن، امضا کردید، نوشته شده که مثلا شما برای یک سالتون میبایستی فی المثل 300 دلار 400 دلار یا 300 یورو 400 یورو پرداخت بکنید و در صورتی که شما کنسل بکنید اینو ما به شما برنمیگردونیم. این هم باز جزء هزینه‌ای که میتونه نان ریفاندبل باشه و شما بایستی که جلوتر بهش آگاهی داشته باشید تو پروژه مهاجرت تحصیلی چه هزینه‌ای میتونه متصور بشه که اینها قابل برگشت نباشه. اگر شما قراردادی می‌نویسید، برگه‌ای رو جای امضا می‌کنید، حتما بخونید، مطالعه بکنید و سوال بکنید که ریفاند پالیسی این قراردادی که من دارم می‌نویسم چی هست و چه هزینه‌ای به من برگشت داده می‌شه، چه هزینه‌ای به من برگشت داده می‌شه. این توصیه‌ای که من به همه بچه‌های دانشجو می‌کنم بر اساس تجربه 30 سالمون که داریم و خواهش می‌کنم هر چه که امضا می‌کنید و قطع یقین مطالعه بکنید. خب امیدوارم که از این ویدیو منم لذت کافی رو برده باشید. اگه تا الان سابسکرایب نکردید که حتما الان سابسکرایب کنید، کامنتی اگر دارید بگذارید بر من، سوالی اگر دارید بگذارید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، از محتواش خوشتون اومد، حتما لایک هم بکنید. لایک شما لطف شماست، لطف شما باعث میشه که یوتیوب این ویدیو منو به بچهای زیادی نشون بده و اگر که شیر بکنید ویدیو منو با دوستاتون که دیگه عالی، خیلی خیلی عالی خواهد بود. امیدوارم که از این فضا و از این هوا و اینها لذت کافی رو برده باشید، پاینده و پایدار و پویا باشید. یا حق اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید، کلیک زنگوله رو فشار بدید تا اگر ویدیو جدیدی منتشر کردیم خیلی سریع مطلع بشید. اگر ویدیوی ما خوشتون اومده حتما لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.